جمهوری اسلامی در طول این سالها با تمام سیاست‌های غلطی که خیلی ها ممکنه شاید برداشتشون این باشه که از روی بیکفایتی به این در واقع سیاست‌های غلط و استراتژی‌های نادرست می‌رسن، اما بیشتر به زعم من اینطور به نظر میاد که آگاهانه و آمدانه این سیاست‌گذاری‌ها اینجوری پایه‌گذاری میشه. برای اینکه ببینید، یک رژیم دیکتاتوری باید مبنای حکومتش رو بر این اساس بگذاره که در واقع جامعه رو از یک جامعه مدنی تبدیل کنه به یک توده. در این توده افراد در واقع با اتمیزه شدن، با فرد شدن، جدا شدن، یک هویتشون رو باید ازشون بگیره یک حکومت دیکتاتور، به خصوص توتالیتر، برای اینکه بتونه ادامه بده کارش رو. اعتماد رو از این جامعه بگیره که خود این از طرق مختلفی انجام میشه. یکی از طریق نقض آموزشه که خب بحث مهمیه که شما دارید بهش اشاره میکنید. گرفتن نشاط از جامعه است. همین دشمنی جمهوری اسلامی رو مثلا با موسیقی ببینید، با فرهنگ ببینید، با مظاهر فرهنگی مثل نوروز یا سنت‌های ایرانی ببینید و برید تا انتها. با تمام اینها در واقع موفق میشه بتونه اون دستگاه دیسینفورمیشن، پروپاگاندا و اون دستگاه ترس و ارعاب، آنچه که در واقع یک حکومت دیکتاتوری رو که نمیتونه پایه‌های مردمی رو داشته باشه طبیعتاً برپا نگه میداره، در جامعه در واقع پایه‌گذاری و حتی در جهت ادامه حکومتش حفظ کنه.